باز هم خوش آمدین. ادامه برنامه صبح‌ها زندگی را از شبکه جهانی آریانا به طور زنده می‌بینین. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بزرگ اسلام می‌فرمایند که ماه مبارک رمضان به این دلیل به نام ماه مبارک رمضانیات می‌شود زیرا سوزاننده گناهان شماست. بدون شک ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و ماه بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و از حکمت و فضایل بیشتر برخوردار هست. در این لحظات از برنامه هم می‌خواهیم که بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با حکمت و فضایل ماه مبارک رمضان با مهمان خیلی عزیز و گرامی که با ما هستند، آقای خدایار سعید، استاد پاهنتون. بسیار خوش آمدین استاد، صحبتان بخیر. تشکر. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان گرامیتون. سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما امروز در برنامه صبح‌ها زندگی با یکی از موضوعات خیلی مهم رمضانی با خود داریم. ابتدا استاد خوب است که در رابطه با حکمت‌ها و فضایل ماه مبارک رمضان معلوماتتان همراه ما و بیننده عزیز شریک کنید. ببینیم درباره ماه مبارک رمضان که ماه تقوا هست، ماه عبادت است، ماه خداجویی هست و ماه نیکوکاری است. باید گفت که از روزی ماه مبارک رمضان ما اهداف چندی را و حکمت‌های چندی را دنبال می‌کنیم. یکی از حکمت‌هایی که در روزه نهفته هست و در حقیقت حکمت مساعدت و همکاری هست. ما زمانی که روزه می‌گیریم روزه از ما تقاضایی داره، روزه هدفی داره. یکی از تقاضاها و هدف اساسی روزه مساعدت و کمک و همکاری هست. پس میشه که ماه مبارک رمضان را ما ماه مساعدت هم نامگذاری بکنیم. البته ارتباط با مساعدت باید بگوییم که مساعدت باید اولویت بندی شود، ترتیب بندی درست شود. ما باید به کیها مساعدت بکنیم، کیها بیشتر حق دارن و کیها بالاخره حقی کمتر دارن. ارتباط به این باید براتان گفته شود. اولین کسایی که بالای ما حق داره، حق کمک و مساعدت را او خیشا و اقارب ما هست. بعد از خیش و اقارب در حقیقت همسایه نزدیک ما هست. پس هر همسایه ما که در کنار ما زندگی میکنه، در پهلوی ما زندگی میکنه، اینا حق دارن که در ماه مبارک رمضان به شکل ویژه با اینا ما همکاری بکنیم و همیشه وقت یاد از اینا را داشته باشیم و اونا را فراموش نکنیم. بله استاد، بعضی ها هستن در ماه مبارک رمضان بیشتر خیر و خیرات میکنن، کوشش میکنن به افراد نیازمند همکاری بکنن و دستشان را بگیرن، ولی متاسفانه به گونه بیش از حد افراط میکنن و کوشش میکنن که از طریق شبکه‌های اجتماعی این موضوعات را بیشتر پخش بکنن. به نظر شما بر علاوه از اینکه اونا به نحو کمک میرسانن، آیا ریا هم همچو کار گفته میشه یا خیر؟ ببینیم درباره ریا باید بگوییم که ریا ارتباطش با چی میگیره؟ آیا ریا یک عملکرد هست و یا یک ریا یک فکر و یک ایده هست؟ ریا خودش در حقیقت یک عمل نیست، یک عمل مادی، جسمی و فیزیکی نیست، بلکه ریا یک فکر و یک ایده هست. پس اگر ما در فکر خود و در ذهن خود این موضوع را میپروراندیم که این کار را انجام بدیم مردم ما را خوب بگویند یا اینکه ما فیدبک خوب از طرف مردم به دست بیاریم، پس اگر مردم با ما فیدبک درست بده یا فیدبک بد بده، هر نوع فیدبک را ما به دست بیاریم، این ریا هست. اما اگر ما کار را انجام میدیم فکر ما، ایده ما، نیت ما، اراده ما کمک و همکاری هست، بدون از اینکه خوبگویی و بدگویی مردم را در نظر داشته باشیم، بدون از اینکه شهرت و مقام و جایگاه را البته ما در نظر داشته باشیم، پس این ریا نیست. پس کسایی که کمک و همکاری میکنه در ماه مبارک رمضان، اگر اینا کمک و همکاری میکنن و به یک نحو میخواهند که کمک و همکاریشان را رسانه‌ای بسازند، هدفشان اگر این باشه که ما شهرت از این طریق پیدا بکنیم، مردم به خوبگویی ما بپردازند، به شکل ریاست. ولی اگر هدفشان این باشه که نه خیر، ما میخوایم از این طریق دیگه پولدارا را، دیگه سرمایه‌دارا را تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم تا اینکه اونا هم به کمک بپردازند و به همکاری و اجزا بالاخره روی بیارن، پس این ریا نیست. پس من توصیه میکنم به کسایی که از طریق رسانه ها میخواه همکاری خود را انعکاس بده، نیتشان را اصلاح بکنه. وقتی که نیتشان اصلاح شود عملکردشان هرگز ریا بوده نمیتونه. بسیار خوب، پس نیت بسیار مهم است تا اینکه کسایی که تصمیم داره به دیگران کمک بکنه، همکاری بکنن و دستشان را بگیرن، نیتشان همیشه پاک باشه و فقط به خاطر همکاری تلاش بکنن. بله. در رابطه با برتری ماه مبارک رمضان نسبت به سایر ماه‌ها اگر معلوماتتان با ما شریک بسازین که در چی هست، واقعا چه چیز در ماه مبارک رمضان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره؟ سوال خوبی کردین. خوب است که روی موضوع خودتان بحث بکنیم، البته با توجه به سوالی که شما کردین. ماه مبارک رمضان چی برتری‌هایی داره نسبت به سایر ماه‌ها؟ درباره صدقه از پیامبر خدا پرسان میشه که ای پیامبر خدا کدام صدقه بهتر است؟ پیامبر خدا میگه صدقه در ماه مبارک رمضان. پس ما اگر کمک میگیریم در سایر ماه‌ها شکی نیست که ثواب داره. اگر میخوایم ثواب بیشتر به دست بیاریم در ماه مبارک رمضان باید بیشتر مساعدت بکنیم. و خود پیامبر خدا هم عملا همچین کاری را انجام میداد. حضرت عایشه رضی الله عنها میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سخی‌ترین مردم بود، ولی در ماه مبارک رمضان سخاوت پیامبر خدا بیش از حد زیاد میشد. چرا؟ پیامبر میدانست که سخاوت در ماه مبارک رمضان یک جایگاه ویژه‌ای داره و از همین خاطر ما احادیثی داریم و نصوصی داریم که تاکید میکنه به همکاری، به صدقه و به مساعدت در ماه مبارک رمضان. ببینیم در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که به روزدار افطاری را هدیه میکنه و روزدار اما افطاری را گرفته روزی خود افطار میکنه، مثل ثواب روزدار همچی یک ثوابی را به امی شخصی که افطاری را تقدیم کرده داده میشه. بسیار عالی. پس ببینین این واقعا یک اجر و فضیلت بزرگی هست که یک کسی روزه گرفته مکمل روز زحمت کشیده، چیزی نخورده، چیزی ننوشیده، چقدر زحمت را و چقدر بالاخره مشکلات را تحمل کرده، اما تو با افطاری که به اونم روزدار تقدیم میکنی ثواب همچو ثوابی را که به او داده میشه به تو هم داده میشه. پس این واقعا بیانگر عزیز که ماه مبارک رمضان یک ماه ویژه برای همکاری، برای صدقه و برای مساعدت هست. بسیار عالی. استاد حالا میشه که در رابطه با فواید معنوی و همچنان جسمی ماه مبارک رمضان بر ما بگین که بر علاوه از این که همه ما میدانیم ماه مبارک رمضان ماهی است که ما نفس های خود را بیشتر پاک بسازیم، ما بیشتر کوشش بکنیم که بالای نفس خود حاکم باشیم، بالای جسم ما هم فواید مثبت داره یا خیر؟ بسیار خوب، ببینین ما ارتباط به فواید ماه مبارک رمضان باید به شما بگویم که یکی از فوایدی که در ماه مبارک رمضان نهفته هست در حقیقت فایده اصلاح اخلاق و اصلاح رفتار هست. اگر ما بخوایم که رفتار خود را، برخورد خود را، تعامل خود را اصلاح بکنیم، درست بسازیم، ماه مبارک رمضان یک فرصت درستی هست. چون ما در ضمن از اینکه روزه میگیریم از خوردن، از نوشیدن، باید روزه بگیریم از بد اخلاقی، روزه بگیریم از دشنام زدن، روزه بگیریم از توهین و تحقیر و اهانت. و این مطلب را احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تاکید میکنه. ببینیم در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که کسی روزه داره و سخنای زشت را به زبان میاره، کارهای نادرست انجام میده، خدای متعال هیچ نیازی نداره به اینکه این خوردن و نوشیدن را ترک بگوید. پس ما در ضمن از اینکه در ماه مبارک رمضان خوردن و نوشیدن ترک میگیم، کارهای زشت، کارهای نادرست و افعال نادرست، سخنان زشت نادرست ترک بگوییم. در غیر آن ما روزه نگرفتیم، در حقیقت گرسنه بودیم، تشنه بودیم، گرسنگی و تشنگی را تحمل کردیم. واقعا یک ظلمی هست که ما در حق خود انجام میدیم اگر به همچین کاری بپردازیم که خوب گرسنه باشیم، خوب تشنه باشیم، خوب کم انرژی باشیم، ولی اونمو هدفی را که رمضان داشت به ما هدف ما نرسیم، مقصدی که رمضان داشت از اون مقصد ما خیلی به دور باشیم. پس یک پیام اساسی و واضحی که ماه مبارک رمضان داره او در حقیقت پیام اصلاح اخلاق و اصلاح رفتار هست. بسیار عالی. پس ماه مبارک رمضان را ما گفته میتونیم که در حقیقت ماه مبارک رمضان یک ترینینگ هست برای اصلاح اخلاق، یک ترینینگ هست برای پرورش اخلاق. و ارتباط به فواید معنوی که شما گفتین، ما گفته میتونیم که ماه مبارک رمضان یکی از ماهایی است که فکر ما را، اراده ما را، عزم ما را قاطع میسازه، تقویه میکنه و پرورش میده. ببینیم مثل که ما وقتی میخوایم یک ورزشکار حرفه‌ای شویم نیازی به تمرین داره. ما میخوایم یک گوینده موفق مثل شما شویم. درست است؟ نیازی به تمرین داره. ما میخوایم مثل تلویزیون آریانا یک تلویزیون عالی داشته باشیم. نیازی به پشتکار و تلاش داره. نیازی به برنامه‌های خوب داره. همچنان اگر ما میخوایم یک فکر خوب داشته باشیم، اراده قاطع داشته باشیم، عزم راسخ داشته باشیم، نیازی به یک پرورش داره. بهترین موقع، بهترین فرصتی که اراده ما را پرورش داده میتونه ماه مبارک رمضان هست. چرا ما تصمیم گرفتیم، اراده کردیم که 14 ساعت، 15 ساعت، 15 ساعت، حتی در بعضی کشورها 18 ساعت، 19 ساعت چیزی نمیخوریم، نمینوشیم، در ضمن از بدکاری هم نمیکنیم، ناسزا هم نمیگیم و کارهای نادرست هم انجام نمیدیم. پس به اینمی وعده خود، به اینمی عزم خود، به اینمی تصمیم خود پایدار باقی میمانیم، وفادار باقی میمانیم. پس این است که بالاخره از این طریق نیت و اراده ما اصلاح میشه. و در آخر هم استاد میخوایم که در رابطه به موضوع برنامه ما حقوق همسایه به ویژه در ماه مبارک رمضان نظر شما را هم داشته باشیم که تا چی اندازه مردم باید بیشتر توجه بکنن به همسایه هایشون. ارتباط به سوال شما باید بگویم که توصیه ای را که پیامبر به حضرت ابوذر میکنه، ما هم چک توصیه را برای دوستان میکنم. برای ابوذر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ای ابوذر، هرگاهی که شوروا میپزی آبش بیشتر بگو و همسایه های خود یاد بکن. پس ما هم به هموطنان خود توصیه میکنیم افطاری اگر دارین افطاریتان بیشتر بسازین، همسایه هایتان را یاد بکنین، چرا همسایه ها از جمله کسانی هستند که حقشان همیشه وقت بر ما هست، ثابت است و هیچ کسی حق از اینا را تلف کرده. یک دنیا تشکر جناب استاد خدایار سعید از اینکه امروز در برنامه صبح زندگی تشریف آوردین و صحبت‌های خیلی عالی و مفیدتان با ما بینندای عزیز شریک کردین. با امید همکاریتان در برنامه‌های بعدی. عفوت خوش داشته باشید. از شما هم یک دنیا تشکر میکنم بینندای عزیزان مهربان، از اینکه در ساعت سوم برنامه هم ما را تنها نگذاشتین و بیننده برنامه خودتان صبح زندگی هستین. نیم ساعت آخر برنامه را فراموش نکنید با داشته‌های جالبی که با شما عزیزان خواهیم بود، خبرهای تازه از دنیای سینما، خبرهای تازه از دنیای ورزش، مرور می داشته باشیم بر روزنامه‌های چاپی شهر کابل و پیام‌های شما عزیزان که از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک کردین. در حال حاضر وقفه کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم. تشکر از اینکه برنامه‌های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه‌های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایید. اگر دوست دارین برنامه‌های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایید. و اگر می‌خواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنین.